درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از انگلیش با پرشنز. درس امروز رو به سفارش عارف جان از مربون استرالیا درس میکنم. ایشون درس فعلهای کمکی رو خواسته بودن، فعلهایی که حالا میبینید کن و کود یکیشون هستن، اینجا دارید میبینیدشون. فعلهای کمکی auxiliaries، در مورد اینها پیش از این توی درسهای مختلف صحبتهایی کردیم. پیش از این که بریم کلن درس رو آغاز کنیم در رابطه باهاش مدام بیشتر بهتون بگم. ببینید فعلهای کمکی تعدادی هستن توی زبان انگلیسی، محدودن، مشخص هستن، همه یه سری ویژگی هایی دارن که بارها در موردشون صحبت کردیم. امروز میخوایم بریم یک سری های دیگر رو کار کنیم. وقتی بحثش میشه اسمشون که میاد، اصلا اسمشون یه چیزای گونده این میمونیم، باید چی کار کنیم با اینا؟ can, could, shall, should, may, might, ought to, must, have to, has to, had to. وای اینا چی هن؟ میشه اینا رو وقتی یاد بگیریم؟ مثلا اینا من قاطی میکنم همیشه، یعنی همیشه نگرانیمون این است که اینا وای این دیگه چی، اگر این اینه پس اون چی، من فکر میکردم این اینه، میدونید همیشه رو اینا گیریم. اما امروز تمام تلاشم رو کردم که به ساده ترین شکل این موضوع رو توضیح بدم، این موضوع رو براتون به ساده ترین شکل آوردمش و امید دارم که در پایان این درس همه اونها براتون بشن مثل آب خوردن، ایزی. یعنی من که آن درسو که آماده کردم گفتم یعنی همینه، یعنی اینو ما انقدر گیرشیم. امید دارم که شما در پایان این درس هم به همین برسید که همین کن و کود و شل و شد و اینا، همه اینا همین به همین راحتی. آره خیلی خیلی راحته، چند تا اصوله، نمیدونم به هر حال شکل مختلفی درس های مختلف، کتاب های مختلف، استاد مختلف، شکل مختلف بهمون درس دادن، شاید چون متد حالا جوری بوده، نمیدونم شاید خوب نگرفتیمش و برامون دشوار بوده یا کنار هم یادشون نگرفتیم. امروز میخوایم همه رو با هم دیگه یاد بگیریم، خیلی خیلی ساده است. اوکی وقتو بیشتر از این از دست ندیم، بریم سراغ اولین مورد که کن هست و ببینیم که کن دیگه چه جور فعل کمکی هست و کلا داستانش چیه، معنیش چیه. کن یعنی قادر بودن. اوکی وقتی من میگم I can یعنی من میتونم، حالا بقیه جمله. حالا جمله های زبان انگلیسی رو به سفارش دوستمون عارف، من از این درس تلاش میکنم که فرمول ها رو بیشتر بیارم براتون و بیشتر روی فرمول ها با هم بحث کنیم که توی ذهن حالا بمونه. فرمول اصلی جمله رو ما گفتیم درس یک، درس ساختار ابتدایی جمله با هم دیگه صحبتش کردیم. گفتیم جمله همیشه یک ساختار داره توی زبان انگلیسی، در حالت معلومش subject verb object، subject verb بعد object. سابجکت اونی که کسیه که کار را انجام میده یا چیزی هست، در رابطه با هستیش یا بودنش داریم صحبت میکنیم، یا کاری را انجام میده یا به هر حال انجام دهنده اون عمل کرده. ورب خود عمل هست و آبجکت دریافت کننده یا اون مفعول اون عمل کرد هستش. گاهی وقتا اصلا ما آبجکت نداریم، گاهی وقتا آبجکت دوتاست، به هر حال شکل کامپلمنت داریم اونها بماند. حالت اصلی کلن چیه؟ subject verb object. یه نمونه رو با هم دیگه ببینیم که امروز برو این جمله میخوایم گیر بدیم. I see Andy. من Andy رو میبینم. اوکی؟ حالا فعل کمکی جاش بین subject و verb هست. اوکی؟ پس چی شد؟ ما معمولا بین subject و verb چیز زیادی نداریم، اما اونجا جای auxiliary یا فعل کمکی هستش. فعل کمکی رو ما باید بیاریم بنشونیم بین subject و verb. پس can یا could باید بیان بنشینن بین subject و verb. این از جاش. اوکی؟ اون از معنیش، این از جاش. اوکی؟ از کجا میذارمش؟ میگم subject و بعدش میگم can، حالا یا could، و بعد میگم infinitive. اینجا من چرا نمیشتم infinitive به جای verb؟ اینو میخواستم بهتون بگم. ببینید وقتی میگم infinitive منظورم اینه فعل باید به شکل ساده بیاد بعد از فعل کمکی، فعل اصلی ساده میاد. Hello. حواستون باشه نگید I can to، I can to go، نمیدونم I can to study. نه ببینید to go ساده نیست، ساده تر از to go هم داریم. چیه؟ go. اوکی من به جای اینکه بگم to go میتونم ساده ترش کنم، بگم چی؟ go. اوکی ساده ترین شکل فعله. وقتی میگیم ساده یعنی چی؟ یعنی پیش از فعل to نیاد، will نیاد، I can to، I can to go، I can will go. نه نه نه، اصلا بین این دوتا can و فعل اصلیمون to و will نداریم. بعد از اون میتونیم to داشته باشیم. اوکی اون اوکیه. مثلا من میتونم بگم I can go to
moon. چه می‌دونم هر چیزی. I can go to. تو پس از go اوکی مشکلی نداره. اما پیش از go بین فعل کمکی و فعل اصلی to و یا will نداریم. و پس از فعل و پس از فعل یعنی مالا go اگر هست ing نداریم. ed نداریم. شکل گذشته فعل رو نداریم. یعنی چی؟ مثلا من میگم I can study. نمیگم I can studying. نه. ing نه. ing ساده نیست. میدونیم چی میگم؟ باید فعل من ساده باشه. اوکی؟ نمیتونم شکل دوم فعل رو بیارم. مثل چی؟ مثلا میگم I can saw. saw گذشته سی؟ نه. باید چی باشه؟ ساده باشه. یا بگم I can worked. ایدی بدم بهش؟ نه. پس شد چی؟ اینو دارم روش زمان میگذارم. داریم با هم دیگه اینو هی تکرار میکنیم. دارم یه به شکل مختلف میگمش دوباره. چرا؟ چون نیازش داریم. جلوتر میگم مثل اون. اوکی؟ پس اینو خوب به خاطرتون بسپارید. این قاعده برای تمام فعل‌های کمکی داریم. اوکی؟ برای همه‌شون باید نگهش داریم قاعده رو. پس یادتون باشه. ما میگیم چی؟ can یا could. حالا اینا رو به عنوان فعل کمکی داریم استفاده میکنیم. اینها میان کجا؟ بین سابجکت و ور. وقتی که بین سابجکت و ور من کن رو دارم یا کود رو دارم، نمیتونم بین کن یا کودی که دارم و اون فعل اصلی تو یا ویل داشته باشم و پس از فعل اصلی ing, ed یا شکل دوم فعل tion یا هر چیز مثل این داشته باشم. اوکی؟ پس فراموش نکنید can go, can study, can sleep, can work, can dance. ساده بدون هیچ چیز اضافه. اوکی؟ پس نمونهش رو ببینیم. I can see Andy. اوکی؟ نمونه بالایی رو با can آوردم انشاءالله. اینجا میبینیدش. این شد I can see Andy. can اومد به جمله من اضافه شد و معنایی که به جمله افزودیم شد که میتونم توانستن رو اضافه کرد. I see Andy. Andy رو میبینم. I can see Andy. میتونم Andy رو ببینم. میتونم. اوکی؟ معنی توانستن رو به جمله ما افزود. اوکی؟ حالا بریم نمونه های بیشتری رو ببینیم.